اسماعیل ارغلی میگه یه رو از حرم اصغرین علیهم السلام بیرون اومدم، با خودم گفتم یه پا برم در سرداب مقدس امام زمان. اونایی که مشرف شدید میدونید من چی میگم، ده پونزه تو پله میخوره میره پایین سرداب. اسماعیل پاش خیلی ناراحت بود، اما گفت هر جوری هست از این پلا میرم با این. همینجوری که میرم با این پاشو میذاش روی پله، درد میامد از این جگر صدا میزد یا صاحب الزمان. میگه من رفتم با این، اعمال سرداب و انجام دادم، از سرداب اومدم بالام، دیدم از این زخم پام خوناب زیاد اومده، لباسام ملوث و گزیر شده. گفت با خودم گفتم برم کنار این دریای دجله دم دروازه سامرام، یه خورده لباسم رو بشویم، یه خورده پامم شستشو بدم، خودم رو تمیز کنم، خیلی کثیفم. گفت اومدم لباسم رو شستشو دادم، انداختم روی سنگای کنار دجله خوش بشه، پامم تمیز کردم. هنوز یه خورده لباسم مرطوبی بود، خوش نشده بود، تنم کردم. یواش یواش می اومدم دروشم، یه وقت دیدم چار تا عرب سوار بر چار تا اسبن دارن میان، یکیشون جلوه یه جوانیه مثل برز قمره. ای قربونش بشم، ای فداش بشم، سه نفرم دنبال سرشن، یکی از اون سه نفر یه پیرمرد موقر محاسن سفیدیه. گفت یه وقت دیدم جوان اومد از جلوه من رد شد، یه نگاه مشفقانهی به من کرد و یه سلامی کرد، من جوابش دادم. یه وقت اون جوان بعد از سلام به من فرمود به اسما، صدا زد اسماعیل چه بابا؟ گفتم آقا ای پام ناراحت از زخمه، دکترها جوابم کردن ناراحتم. گفت همینطوری که سوار اسبش بود خم شد، دست راستشو گذاشت رو زخم پام، از رو لباس یه فشاری داد، فرمود اسماعیل انشالله پاد خوب میشه. سوار اسبش بود و رفت، یه دو سه قدمی که رفت و پیرمردی که دنبال سرش بود باز عمر رو به عشق صدا زد، گفت اسماعیل نشناختیش؟ گفتم نه. گفت آقاته، آقاته. گفتم آقام کیه؟ گفت امام زمانه ده. های 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 گفت دویدم جلوم رکابشو گرفتم، فرمود اسماعیل برگرد. گفتم نمیرم آقا. فرمود بر میگم برگرد. گفتم نمیرم آقا. دفعه سوم فرمود، یه وقت دیدم و پیرمرد خطاب به من گرد، گفت اسماعیل حیا نمی کنی؟ سه مرتبت امام ده امرت می کنه، برگرد، چرا اطاعت نمی کنی؟
یه وقت متوجه وظیفم شدم، دیدم راست میگه، ایستادم. اما چه ایستادنی؟ پیکرم اینجا ایستاده، اما روحم داره با آقا میره. ای ساربان از درون، ای ساربان از درون، آرام جان تا نمی روان، آن دل که با خود داشتم، با دل ستا نمی time.